حاصل عبارت مشخص شده کدام است خب دقت کنید این سوال سوال سختی نیست اما یه نکته بسیار ریز و پنهانی داره که خیلی فکر کنم ازش قافل بشن نکته رو نها کن. اولا یه عدد تواندار اگه دو سه تا توان داشته باشی توانا رو تو هم ضرب میکنی به شرطی که اینجا پرانتز و کروشه داشته باشی توانا همه تو هم ضرب میشه خیالتون راحت یعنی اینجا منفی سه پنجمه یه توان منفی دو داره یه توان منفی سه داره باید منفی دو رو در منفی سه ضربش کنیم یعنی میشه منفی دو در منفی سه میشه مثبت 6 اما اتفاقی که میفته اینه این منفی پشت و عدد رو میبینی این منفی داخل پرانتز نیست داخل پرانتز نیست اگه داخل پرانتز بود منفی داخل پرانتز به توان زوج که برسه میشه مثبت منفی داخل پرانتز داخل پرانتز که به توان زوج برسه میشه مثبت اینجا منفی داخل پرانتز نیست داخل کروشه هست ولی اون تو داخل پرانتز نیست پس عددت با اینکه داره به توان زوج میرسه ولی کماکان منفی باقی خواهد ماند بعدش هم که به دوان یه فرد میرسه بازم منفی میمونه در واقع اتفاقی که میفته داری تو صورت منفی سه پنجم عددت منفی میمونه خیالت راحت ولی این توانات تو هم ضرب میشه دو ست پا میشه شیش تا منفی در منفی میشه مثبت اتفاقی که اینجا میفته منفی داخل پرانتزه منفی دو سوم به توان فرد که برسه به توان سه که برسه بازم منفی میمونه اما چون همشون داخل کروشه است و کروشه به توان دو میرسه یعنی منفی هم داره به توان زوج میرسه یعنی میشه مثبت یعنی مخرجت میشه مثبت اما مثبت چند دو سوم به توانه یعنی اینجا باید توان تو چیکار کنی تو هم ضرب کنی بگی منفی سه در دو میشه چقدر منفی 6 خب ما یه عدد تو سال قبلی هم مرور کردیم ما یه عدد تواندار تو مخرج داشته باشیم میتونی چیکار کنی بیاریش به کاری تو صورت اما توانش رو قرینه کنی این کاریه که میتونیم بکنیم یادت باش پس میدونیم چی مینویسم منفی 3 پنجم منفی هم داخل پرانتز نیست خب بذار من اینجا رو اصلاحش بکنم که یه وقت اشتباه نشه منفی داخل پرانتز نیست منفی 3 پنجم به توان 6 زب داره اینو آوردم بالا میشه دو سوم توانش قرینه منفی 6 میشه چی میشه مثبت 6 بعد اتفاقا خیلی هم خوب میشه جفت توانام یکسان شد شد 6 اگه جفت توانات یکسان باشه چه اتفاقی میفته پایه ها تو هم ضرب میشه وقتی بخواد 3 پنجم در 2 سوم ضرب بشه چه اتفاق خیلی خوبی واسه ما میفته 3 واسه ساده میشه ببین این میخوام تو این ضرب کنم ما این پایه ها رو میخوام تو هم ضرب کنم 3 واسه ساده میشه میشه 2 پنجم یادت باشه این منفی پشتش میمونه کماکان میشه منفی 2 پنجم به توان 6 که میشه گزینه شما نماره دو خیلی نکتش روی این منفیه ریز و جذاب بود به دردمون میخوره